سلام دوستان گرامی، وقتتون بخیر. در کنار هم هستیم با درس هفتم از سطح 20 و 21. دشتیش دوستان اولین کلمه هستش که امروز یاد میگیریم به معنی زخم. دشتیش زخم. دشتیش گینگ تیف اونتا دی هاوت. زخم عمیقا به زیر پوست رفت. دشتیش گینگ تیف اونتا دی هاوت. زخم عمیقا به زیر پوست رفته. پس دشتیش میشه زخم. دی شپریتسه به معنی آمپول یا سرنگ هست. دی شپریتسه آمپول و یا سرنگ. دی شپریتسه دارف نو ایمال فروندت وردن. سرنگ باید تنها یک بار مورد استفاده قرار بگیره. دی شپریتسه دارف نو Einmal verwendet werden. Die Spritze. Ampulia Sorang. Der Verband به معنی پانسمان یا همون باندژ زخم است. Der Verband. پانسمان. Der Verband muss täglich gewechselt werden. پانسمان باید به صورت روزانه عوض بشه. Der Verband muss täglich gewechselt werden. پانسمان باید به صورت روزانه عوض بشه. داس سپشن. داس سپشن به معنی شیاف است. داس سپشن شیاف. ماین موتا هولت سپشن اوس در آپوتیک. مادرم از داروخونه شیاف خرید. ماین موتا هولت سپشن اوس در آپوتیک. مادرم از داروخانه شیاف خرید. Grundsätzlich صفت یا ادجکتیوی هستش که معنی اساسی یا بنیادی رو میده. وقتی یک کاری اساسی انجام میشه گفته میشه grundsätzlich. مثلا Wir sollten zuerst die grundsätzlichen Fragen klären. ما بهتره که در ابتدا سوالهای اساسی رو روشن کنیم، واضح کنیم. Wir sollten zuerst die grundsätzlichen Fragen klären. ما بهتره که در ابتدا سوالهای اساسی رو روشن کنیم. grundsätzlich اساسی. der Heilpraktiker به معنی درمانگر هستش. یک اسم مذکر به معنی درمانگر. er ist ein Heilpraktiker. او یک درمانگره. er ist ein Heilpraktiker. او یک درمانگر هست. das Symptom به معنی نشانه بیماری. das Symptom نشانه بیماری. er zeigte keine Symptome der Krankheit. او هیچ نشونه ای از بیماری نشون نداد. er zeigte keine Symptome der Krankheit. پس das Symptom به معنی نشانه بیماری هست. و اما فعل انشتکن. دوستان مبتلا کردن و سرایت کردن میشه انشتکن. مبتلا کردن، سرایت کردن، انشتکن. er hat mich mit seiner Grippe angesteckt. اون آنفولانزاش رو به من سرایت داد. er hat mich mit seiner Grippe angesteckt. او آنفولانزاش رو به من سرایت داد. انشتکن، سرایت دادن، مبتلا کردن. فعل اینغایبن به معنی مالیدن. اینغایبن مالیدن. غایبن زی دی زلبه این دی هاوت این. فعل تخنبا هستش. این به انتهای جمله میره. پماد رو به پوست بمالید. غایبن زی دی زلبه این دی هاوت این. پماد رو به پوست بمالید. اینغایبن مالیدن. übertreiben زیاده روی کردن و افراط کردن. übertreiben زیاده روی کردن. مثلا mit etwas übertreiben جمله داتیو هم است. در چیزی زیاده روی کردن. مثلا übertreibst nicht mit training در تمرین زیاده روی نکن. übertreibst nicht mit training در تمرین زیاده روی نکن. vermeiden فعل فرمایدن اجتناب کردن و دوری کردن. فرمایدن اجتناب کردن، دوری کردن. مثلا از یک اشتباه دوری کردن. der Arzt sagt ich soll Stress vermeiden. دکتر میگه که من باید از استرس دوری کنم. der Arzt sagt ich soll Stress vermeiden.
دکتر میگه که من باید از استرس دوری کنم. صفت یا ادجکتیو دومف به معنی مبهم و گنگ است. دومف، مبهم، گنگ. زی هبن اینه دومف آنونگ فون کونس. اونا تفکری یا ایدهی مبهم درباره هنر دارند. زی هبن اینه دومف آنونگ فون کونس. پس دومف به معنی مبهم یا گنگ هست. صفت اینتنزیف به معنی فشرده و عمیق هستش. اینتنزیف، فشرده، عمیق. Mehr als 50 intensive Luftübungen wurden gestern vorgenommen. دیروز بیشتر از 50 تمرین فشرده هوایی صورت گرفتش. Mehr als 50 intensive Luftübungen wurden gestern vorgenommen. دیروز پس بیشتر از 50 تمرین فشرده هوایی صورت گرفت. این فشرده رو با اینتنسیف نشون دادیم. اینتنسیف، فشرده، عمیق. شتشن به معنی تند و تیز هست. یک صفت شتشن، تند یا تیز. شتشن. این شتشن دا گخوخ به معنی یک بوی تند. این شتشن دا گخوخ. یک بوی تند یا فیله خایبشتوفه هبن اینن شتشندن گخوخ. بسیاری از سوخت ها بوی تندی دارن. فیله خایبشتوفه هبن اینن شتشندن گخوخ. بسیاری از سوخت ها بوی تندی دارن. دی آفنامه اسم مؤنثی هستش که معنی پذیرش یا قبولی رو میده. دی آفنامه. Er hat meine Aufnahme in ein Krankenhaus veranlasst. اون ترتیب پذیرش من رو در بیمارستان دادش. پذیرش یا قبولی میشه Aufnahme. Die Aufnahme. Er hat meine Aufnahme in ein Krankenhaus veranlasst. Die Drohung. Die Drohung به معنی تهدید هست. Die Drohung. تهدید. دی پولیسای نام دی درونگن زیر انس. پولیس تهدیدها رو خیلی جدی گرفت. دی پولیسای نام دی درونگن زیر انس. پولیس تهدیدها رو خیلی جدی گرفت. دی درونگ. تهدید. فعل بیقاعده ی ابهالتن به معنی بازداشتن و جلوگیری کردن هست. ابهالتن. بازداشتن، جلوگیری کردن. مثلا کسی رو از چیزی بازداشتن. یماندن فون اتفاس ابهالتن. کسی رو از چیزی بازداشتن. مثلا زای خویش اونت هالت میش نیش شتندیگ فون لرنن اب. آروم باش و دائما من رو از درس خوندن باز نگه ندار، یا یعنی اینکه جلوی درس خوندن من رو در واقع نگیر. این بازداشتن رو با فعل ابهالتن نشون دادیم. زایغویش اون هالت میش نیش شتندیک فام لنن اب. و اما آخرین کلمه اسم ددروک است به معنی فشار. ددروک، فشار. او یمندن او دایت واس دروک آس اوبن. به کسی یا چیزی فشار وارد کردن. ددروک، فشار. مثلا میت اینم کنوپ دروک شالتت من داز گرت این. با یک فشار به دکمه آدم دستگاه رو روشن میکنه. میت اینم کنوپ دروک شالتت من داز گرت این. پس ددروک میشه فشار. بلستن. این هم از کلمات درس هفتم. امیدوارم با مثال ها به خوبی اونها رو یاد گرفته باشید. تا قسمت دیگه خدا یار و نگهدار شما عزیزان.